بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد برادري بزرگوار سناتور سيد زاهر برادر عزيز ما جناب ميوندي سيد رئيس جديد إدارة ملی حفاظت محیط زیست افغانستان وکلای محترم اعضای شورای ملی افغانستان معاونین رؤسا و کارمندان پرتلاش اداره محیط زیست افغانستان مهمانان عالی قدر خانم ها و آقایان السلام علیکم و رحمت الله و برکات امروز خوشحال هستیم همه ما و شما در دفتر مرکزی اداره ملی حفاظت محیط زیست افغانستان هستیم. اداره ای که یکی از بهترین و مهمترین اداره افغانستان است برای حفاظت از ما و شما، حفاظت از محیط زیست ما، حفاظت از آب و خاک و هوای ما و در حقیقت حفاظت از صحت ما و از سرنوشت ما و مردم ما. امروز رئیس جدیدی برای اداره شما معرفی شد، برادر عزیز ما جناب آقای میوندی، یکی از شخصیت ها و از جوانان فعال و پرتلاش و آگاه ما که صمیمانه این سمت را برای ایشان تبریک عرض میکنم و موفقیت های مزید در طول دوره خدمت برای ایشان آرزو میکنیم و همچنین بجا میبینم در آغاز سخن از برادر بزرگوار ما جناب سناتور صاحب هم تشکر کنیم و به ایشان هم سمت جدید را تبریک عرض کنیم. ایشان در طول دوره ای که در این اداره حضور داشتن، البته شما از ما بیشتر اطلاع دارین، ولی تا جایی که ما هم همیشه در ارتباط بودیم و یک رابطه دوستانه با ایشان و همکاران ایشان داشتیم، از دوره هایی بود که واقعا این اداره کار خود را از صفر شروع کرد و فعلا در یک مرحله رسیده که برای دولت و مردم ما واقعا امیدوار کننده است. اداره است که اساسات و بنیادهای مربوط به محیط زیست را به طور اساسی، علمی و بنیادی گذاشته. امیدوار هستیم که این بنیادها همچنان تقویه شود، توسعه پیدا کنم و ما برسیم به اون مرحله ای که واقعا اهداف اصلی محیط زیست در کشور ما جامعه عمل بپوشه و تحقق پیدا کنه. درباره محیط زیست همه شما بزرگوارا معلومات کافی دارید. لزومی نداره که زیاد در این موضوع امروز صحبت کنیم و وقت گرامی شما رو بگیریم، اما با عنوان یک مقدمه چند جمله کوتاه را در باره محیط زیست، اهداف محیط زیست و تلاش هایی که تا کنون برای تقویه اهداف محیط زیست در جهان و در افغانستان صورت گرفته و ای که اداره ملی محیط زیست ما در رابطه چه اقداماتی کرده، دقایق کوتاهی را چند جمله مختصر خدمت شما تقدیم میکنم. پیشتر برادر ما جمله را یاد کرد بسیار زیبا، گفتن طبیعت جلوه خداست. واقعا هم چنین است. یا شاعر معروف سعدی در گلستان خود گفته بود ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا تو نان به کف آری و به غفلت نخوری.
فکر کنم هدف اصلی سعدی در این شعر یک هدف فلسفی و معنوی است درباره انسان و هدف از آفرینش انسان. اما میشه یک برداشت کرد از این شعر درباره محیط زیست. هدف اصلی در محیط زیستی است که چطور ما زمینه را فراهم کنیم که انسان به بهترین صورت زندگی کنه و صحت او تامین شد. و به این جهت است که مطابقی شعر برای بهبود زندگی انسان و صحت انسان همه طبیعت باید دست به دست هم بده. ابر و باد و مه و خورشید و فلک همگی. یعنی همه اینا در حقیقت محیط زیست ما را تشکیل میده. و ما در صورتی میتونیم یک زندگی خوب داشته باشیم و از زیست خوب برخوردار باشیم که این محیط را پاک نگه داریم، محیط زیست خود را، به گونه ای که زمینه یک حیات آبرومندانه برای همه در حقیقت جانداران و مخصوصاً انسان فراهم شد. شاید خود رشته محیط زیست به معنای جدید تاریخی خیلی زیاد طولانی نداشته باشد. اما در عمل از اون روزی که انسان به وجود آمده، مسئله محیط زیست به او مطرح. از اون روزی که زندگی انسان‌ها شکل گرفت، انسان متوجه بود که بدون هوا نمیتونه زندگی کنه، بدون آب و خاک نمیتونه زندگی کنه. و آب و خاک و هوا هم در صورتی برای انسان میتونه کمک کنه که در یک محیط پاک به وجود بیایه و در یک محیط پاک زمینه تعامل و ارتباط و استفاده از اونها فراهم شد. در حقیقت محیط زیست یعنی تنظیم روابط متقابل بین انسان و محیط زندگی او. و مخصوصا پدیده هایی که اینا از نگاه زیستی با هم ارتباط دارن. در فعالیت ها و یا تحولاتی که در صحنه بین‌المللی به وجود آمد شاید ریشه زیاد طولانی نداشته باشه، اما حداقل در یکی دو قرن اخیر به این موضوع توجهات اساسی صورت گرفته، مخصوصا در سالهای اخیر از طریق ملل متحد کنوانسیون ها به تصویب رسید، پروتکل ها به امضا رسید، اجلاس های بین المللی صورت گرفت در مقر سازمان ملل متحد و در کشورهای دیگر. و خوشبختانه افغانستان هم یکی از اعضای فعالی این کنوانسیون هاست، به این پروتکل ها ملحق شده و اونها را تصدیق کرد. و در سالهای اخیر، سال 2015 بود، چیزی که واقعا خیلی مهم است برای همه دولت ها، موضوع اهداف توسعه پایدار مطرح شد. در این اهداف که همه شما در جریان هستین، مطالعه کرده این، حداقل 2 تا 3 هدف از بین 17 هدف مستقیم به محیط زیست ارتباط داره. و شاخص هایی که برای هر یکی از این اهداف در اونجا تعریف شد. و افغانستان هم در همه پالیسی ها، استراتژی ها و برنامه های ملی خود این اهداف را شامل ساخت. مخصوصا این 2-3 هدفی که ارتباط داره با موضوع محیط زیست. در کنار این تعهدات بین‌المللی، ما و شما از نگاه فرهنگی ملی و دینی خود هم در یک وضعیتی هستیم که فکر کنم بیشتر از هر مکتب فکری دیگر دین اسلام به محیط زیست توجه خاص داشت. مخصوصا او عناصری که سازنده محیط زیست. با اون مثالی 2-3 چیزی را که نام بردیم، مواردی است که از قرآن شریف گرفته تا سنت و تا
فرهنگ و اخلاق دینی و ملی ما همگی تأکید کرده بر این عناصر. ما دیروز در یک جلسه بودیم درباره شهرسازی، چند موضوعی را میخواستیم در اونجا یاد کنیم، وقت کم بود، از این فرصت استفاده میکنیم، چند نکته اونا را اینجا خدمت شما بعد میرسانیم. ببینیم در متن آیات و سنت ما درباره آب چقدر تاکید شد. آب شاید یک عنصر اصلی برای محیط زیست باشه. در یک آیه شریفه خداوند فرموده و جعلنا من الماء کل شیء حی، یعنی سرچشمه زندگی است. اگر آب نباشه هیچ موجود جاندار و زنده ای وجود نخواهد داشت. در آیات متعدد دیگه آب منبع طهارت و پاکی ذکر شد. و در یک آیه شریف است فرموده که و انزلنا من السماء ماء طهورا. طهور یک کلمه عربی است. در معنای طهور گفتند که طهور تنها به معنای پاک نیست، طهور به معنای پاک کننده هم هست. یعنی آب نه تنها خودش پاکه بلکه پاک کننده هم هست. و به میجید است که حتی در فقه، در شریعت، و ما یک باب خاص داریم اونجا یا یک فصل خاص داریم درباره احکام مربوط به آب که تمام این چیزا ذکر شده. در زندگی شبانه روزی یک مسلمان، ما شما میدانیم یک مسلمان حداقل مکلفه که 5 بار وضو بگیره، یعنی دست و صورت خود را پاک کنه، بشویه و یا غسل کنه، و در این حال لباس او و مکان برگزاری نماز او پاک باشه، مباح باشه و عاری از هر نوع آلودگی و حتی آلودگی های معنوی، یعنی غصب. با یک لباس غصبی و یا یک مکان غصبی نماز صحیح نیست. خب اینا البته در یک فضای دیگه مطرح شده، اما محیط زیست بدون شک با می عنصر ارتباط داره. مسئله خاک، یک آیه بسیار زیباست در قرآن شریف که به مو معنای ابتدایی و اگر توجه کنیم خیلی برای ما جالبه. خداوند فرموده که هو انشأکم من الارض و استعمرکم فیها، یا در آیات مشابه ازی آمده. میخواید دو چیز رو بیان کنم. اول، انسان از خاک آفریده شده یا از زمین. منشأ خلقت انسان ها خاک است. و نکته دوم، انسان باید خاک را آباد کنه. هو الذی انشأکم من الارض، شما هم از زمین به وجود آمده، از خاک به وجود آمده، و استعمرکم فیها، و خداوند از شما خواسته که زمین را آباد کنه. یعنی یک رابطه متقابله، تأثیر انسان، تأثیر خاک بر انسان و تأثیر انسان بر خاک، یک رابطه متقابله. و این رابطه متقابل هست که باعث هم تقویه خاک میشه و هم باعث ادامه حیات و زندگی انسان ها. یا در یک حدیث خیلی معروف است، پیامبر گرامی اسلام فرمود جعلت لی الارض مسجدا و طهورا، زمین و خاک برای ما دو فلسفه داره. اولی که پاک است و پاک کننده، و دوم سجدگاه ما است. جعلت لی الارض مسجدا و طهورا، هم مسجد و محل سجده من است، و به میجد سجده باید بر خاک باشه یا بر زمین و هر چیزی که از زمین میرویه. و دوم هم طهور است برای ما. و حتی در فقه یک بحث دیگه ما و شما داریم، تیمم. خب تیمم به خاک است. پس خاک جایگزین آب است. همونطوری که آب طهور است، با آب شما وضو میگیرید، غسل میکنید، خاک جای آب را میگیرید. یعنی مثل آب پاک است برای انسان. در باره
گیاهان شاید خیلی زیادتر ما مسائلی را در فرهنگی دینی و ملی خود داشته باشیم. ما یک دو سه حدیث را برای شما میخوانیم. از پیامبر اسلام نقل شده گفت که اگر عمری دنیا به پایان رسیده باشه و بخواه قیامت شد و شما در دست خود فقط یک نهال داشته باشید و همینقدر وقت داشته باشین که نهال به زمین غرس کنین، دیگه بیشتر از وقت نداشته باشین، فورا اقدام کنین و از این فرصتی چند ثانیه‌ای و چند دقیقه استفاده کنین و این نهال بکنید، غرس کنید. این مضمون یک حدیث از پیامبر اسلام است. از یکی دیگه از پیشوایان دینی نقل شده گفته که به زراعت و غرس بپردازید، به خداوند سوگند هیچ کاری را مردم انجام نمیدین که حلال و پاکیزه تر از زراعت و غرس نهال باشه. و در جای دیگه تقریبا به این مضمون گفته که قطع بی‌رویه درختان موجب عذاب الهی است. خب اگر ما درخت را یا نهال را یک نمونه بگیریم، یعنی نمونه همه سبزی ها در طبیعت، میشه نتیجه بگیریم که یعنی از بین بردن هر نوع سبزی و فضای سبز مایه ناخوشنودی خداوند است و در حقیقت یعنی یک گناه است و نباید انسان به او دست بزن. جالب گفته شده کسایی که یک احصایه یا یک ارقام گرفتن، گفته خداوند در قرآن از 36 نمونه حیوانات و جانداران نام برده و یا قرآن شریف چند سوره داره؟ 113 سوره فکر کنم، 114 سوره. 6 سوره بزرگ و مهم قرآن به نام حیوانات نامگذاری شد. از جمله بزرگترین و طولانیترین سوره قرآن سوره بقره است. خب بقره نام یک حیوان است. یا از حیوانات دیگه همینطور استفاده شده، نحل، زنبور عسل، نمل. از بزرگترین حیوان بقره تا کوچکترین که نمل یا مورچه است، در بین سوره های قرآن نام این سوره ها را دارید. خب شاید در ظاهر فکر کنیم که به چی دلیل در قرآن کار شده، به چی دلیل این سوره ها به این صورت نامگذاری شده. خب یک بحث دقیق تری را میخوایم، ولی خب حداقل ما و شما میتونیم استفاده کنیم که همه این دنیا، این طبیعت، یعنی از حیوانات، جانوران، نباتات، گیاهان، نور، هوا، همه اینا برای ای است به تعبیر سعدی که تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری، یعنی برای انسان است. همه ای طبیعت، همه ای زمین، پدیده هایی که در محیط ما وجود دارد، در محیط زیست ما، اینا همه در حقیقت فلسفه خلقت اونا برای ای است که انسان به عنوان برترین موجودی روی زمین زیستی بهتر داشته باشه و به هدف خلقت خود توجه کنه. این بستر رو ما داریم، بستر فرهنگی و دینی و حقوقی رو داریم و خوشبختانه همونطوری که پیشتر اشاره کردیم در طول سالهای اخیر دولت افغانستان، حکومت افغانستان به موضوع محیط زیست توجه جدی داشته. هرچند شاید بتونیم بگیم ای اداره ما نسبتاً یک اداره جوان است، به این نام شاید از سال 83 بود یا 83 بود فکر کنم برای اولین بار ای اداره تأسیس شد به صورت یعنی یک اداره مستقل. قبل از او اگر فعالیت هایی بود در چوکات بعضی از ادارات یا وزارت های دیگر بود و به تعقیب تأسیس ای اداره فکر کنم شاید یک سال بعد بود به همت رئیس اداره، رئیس پیشینی اداره و همکارایشان در اداره
برای اولین بار یک بهترین قانون به نام قانون محیط زیست افغانستان به تصویب رسید. شاید سال 85 بود یا 86 87 به تصویب رسید. اول از طریق حکومت با فرمان تقنینی رئیس جمهوری وقت و بعد از آن در شورای ملی افغانستان این قانون به تصویب رسید. و بعد از او تا جایی که من به خاطر دارم دو یا سه مقرره دیگه هم تنظیم شد درباره جلوگیری از آلودگی و جلوگیری از تخریب لایه‌های اوزون و چندین سند دیگر که فکر کنم همه شما در جریان هستین در بخش استراتژی ها پالیسی های ملی ای داره در عرصه های مختلف، یعنی در مسائل مختلفی که مربوط به محیط زیست افغانستان است. کمیته ها و کمیسیون های متعدد تشکیل شده. یکی از بهترین کارهایی که اداره ملی محیط زیست افغانستان داشت اعلام 4 منطقه در 4 بخش افغانستان با عنوان مناطق تحت حفاظت بود که واقعا برای حفظ میراث‌های طبیعی و فرهنگی ما و برای حفاظت از تنوع زیستی ما در کشور یک ضرورت بود. شما بهتر می‌دانید در سطح دنیا افغانستان معروف از نگاه میراث‌های طبیعی، میراث‌های فرهنگی و طبیعت زیبایی که داره و تنوع زیستی که داره. در یکی از منابع یا گزارش‌ها بود ما خوانده بودیم گفته بودند که در افغانستان 300 نوع گیاه‌های نادری هست که در دنیا بی‌نظیر است و همچنین در بخش حیات وحش اگر دیگه مناطق افغانستان هم در نظر نگیریم، در یک سفری که با جناب شهزاده با هم داشتیم در قرقیزستان تنها در بدخشان افغانستان 17 نوع حیوان وحش نادر و کمیاب هست که دنیا امروز از او یاد میکنه، از حیات وحش افغانستان، و از ما میخواهد که از حیات وحش خود حفاظت کنیم و از نمونه های نادری که ما داریم در این بخش مخصوصا در این مناطقی که با عنوان پارک های ملی افغانستان اعلان شد، در بامیان، در کابل، در بدخشان و چهارمی در کجا؟ شاپولادی. خب او هم در بامیان پس. بامیان، بدخشان، کابل، حشمتخان در کابل. این 4 منطقه با عنوان 4 پارک ملی افغانستان اعلام شد که واقعا یک اقدام تاریخی بی‌نظیر در کشور ما بود. امیدوار هستیم که در جهت حفاظت هرچی بهتر اینا کارهای بیشتر صورت بگیره. بدون شک این موضوعی نیست که تنها ما از خود اداره محیط زیست انتظار داشته باشیم. در این مسائل اداره محیط زیست فقط میتونه چوکات کار را، برنامه را، پالیسی را و پلان ها را برای ما آماده کنه. اما ای که همه اونا جامعه عمل بپوشه، همه قوای سیگانه افغانستان، همه نهادهای مربوط به حکومت باید دست به دست هم بدین تا ما بتونیم در بخش محیط زیست خود به یک موفقیت های بیشتر دست پیدا کنیم. ما امیدواریم در دوره که برادر عزیز ما جناب آقای میوندی در رأس اداره قرار گرفته به این موضوعات توجهی بیشتر شود. همونطور که پیشتر گفتیم زیربناها و تهدابها گذاشته شده از نگاه حقوقی، از نگاه قانونی، اداری، استراتژی ها و پالیسی ها، اما تلاش زیادتری لازمه که ما اینا را تبدیل به یک پروژه های قابل تطبیق بسازیم و برای اینا بودجه و زمینه تطبیق اونا را فراهم کنیم. بدون شک از جانب حکومت افغانستان و در کل دولت افغانستان، هر سه قوه افغانستان علاقمند هست که ما در محیط زیست خود شاهد پیشرفت های بیشتری باشیم. همکاران بین المللی ما هم در بخش های زیادی اعلام آمادگی دارند برای هر نوع همکاری در این قسمت. من یک بار دیگر از زحمات برادر عزیز ما جناب شهزاده تشکر میکنیم. برای ایشان هم موفقیت میخواهیم در یک جایگاه بسیار خوبی که فعالیت جدید خود را شروع کردن در مشران جرگه افغانستان، یک
مجلسی با اعتبار هست، نمایندگان مردم افغانستان هستند، جزء قوه مقننه کشور هستند. موفقیتشان رو می‌خواهیم و همچنین موفقیت مزید برای جناب آقای میوندی و همه همکارانشان در این اداره. تشکر و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.